سلام دوستان، من امروز اومدم با یه ویدیو دیگه از کی بود. ویدیوی امروز درباره هستی مهدوی فرد و حرف اون در موضوع اعدام معترضینه. هستی مهدوی فرد بازیگر سینمای ایران با انتشار بخشی از یکی از فیلم‌های قدیمی شخصیت سینمایی صمد آقا با بازی پرویز صیاد و ننه آقا با بازی فرخ لقا هوشمند نوشت: همه ما معترضیم به هزار و یک چیز. میخواهید همه ما را اعدام کنید؟ از این 85 میلیون شاید 10 میلیون برایتان ماند. دقیقا با این شاید 10 میلیون چه کار میخواهید بکنید؟ ایدئولوژی تو در زندگی چیه؟ به طور کلی پابند چه اصولی هستی؟ حرف چیه؟ دنیا رو چه جوری میبینی؟ تو خوشبختی نه آقا؟ تو خوشبختی نه آقا؟ تو خوشبختی؟ نه از گرسنگان بیافرایی خبر داری و نمیدونی ویتنام چه خبره، نه رقابت سوسیالیستا و کپیتالیستا برای تسلط به دنیا برات مهمه و نه از فرضیه نسبی انشتن چیزی بگوشم. دنیا را به بره تو رو خواد برده، دلتو خوش کردی به اینکه دنیای دیگه ای هست، روز رستاخیزی هست، در حالی که این مولکول ها، این مولکول های بدن من و تو وقت اصلا پاشید دیگه پاشید مادر من. آره تو خوشبختی، درست مثل جد بزرگوارت میمون خوشبختی. هیچ معلوم نیست فیثاغورس چه دیکارت گوته تونست گفتن انسان از جد بزرگوارش میمون خوشبختن. یا باب الهوایج، یا مادر امال بر، یا مرازی داره مکام بطبن، یا شفای عاجل به یه دونه بچه عطا کن. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ هستی مهدوی فرد در 21 آذر سال 1370 در تهران به دنیا اومده. این بازیگر فارغ التحصیل لیسانس رشته گرافیکه که با تلویزیون شروع کرده و حالا از چهره‌های شخصی سینماست و خیلی به دیدن فوتبال و جام جهانی هم علاقه منده. نام اصلی اون مهدوخته. به خاطر فوت پدرش سال هاست که در کنار مادر و برادرهای زندگی میکنه و به شدت عاشق نجوم و مسافرته. بر حسب اتفاقی که نمیخواد بگه، در سال 1389 در 19 سالگی در سریال جراحت جلوی دوربین رفته و این رویه رو بدون کلاس بازیگری ادامه داده. احمد خودتی! آن سرزنش منت نمیذاره که بروش نمیاره، حتی اگه بی دست و پا هم بود. من همین شکلی هم، نگفتن و بلد نیستم، داد زدنش رو بزرگتر وایستدن و بلد نیستم. از الان که داری اینجوری منت میذاری سرم، چهار روز دیگه که بچه هم با سریال سوت پایان به کارگردانی نیکی کریمی در سال 1389 بازی در سینما رو تجربه کرده. آره تصدف کردم دفتن فرار کردم. قشنگ رفت. آره این سر چهار داشتم رد می شدم، بعد یه دفعه سرعت زد بهم فرار کرد. وای چیکار کردی؟ هیچی، اون که فرار کرد هیچ کس هم شمارش رو بر نداشته بود مردم، من بردم بیمار. تا اینکه در سال 1392 با سریال مادرانه در نقش رها به شهرت رسیده. خب شاید قسمتی بمونی همینجا. داری جر میزنی؟ نه من اصلا جر نمیزنم. آره تو نمیخوای بیای، چون نمیخوای مادر خواهرتو ول کنی. من اگه مادر خواهرم رو ول کنم یعنی اینکه یه روزی هم تو رو ول میکنم. پس کلا داری میزنی زیره. نه وایسا، خیلی خوب راو. درباره علاقش به فیلم سازی گفته که قبلا مینوشتم اما الان خیلی کم پیش میاد. این روزا بیشتر دلم میخواد ساختن فیلم کوتاه رو تجربه کنم. راستش رو بگم فیلم سازی رو بیشتر دوست دارم، ولی در بازیگری خود واقعیم نیستم. گفته که ورزشکار حرفه‌ای نیستم، ولی بدنسازی، شنا و سوارکاری انجام میدم. ورزش بیشتر برام حکم تفریح رو داره و حرفه‌ای انجامش نمیدم. در اوقات فراغتم بیشتر فیلم تماشا میکنم و متاسفانه چند سالیه که کتاب خوندنم کم شده. درباره ازدواج گفته که به ازدواج خیلی فکر میکنم و هر دفعه بیشتر به این نتیجه رسیدم که نمیخوام ازدواج کنم. البته شاید هر وقت که موعدش فرا برسه نظرم عوض شه.
گفته که آشپزی به من آرامش خاصی میده. یکی از تفریحاتم اینه که در اینترنت دنبال دستور پخت غذای جدید میگردم و درست کردن اونا رو امتحان میکنم. البته رستوران رفتن رو هم خیلی دوست دارم. عاشق سفرم، مخصوصا سفرهای کویرگردی. ولی به طور کل دوست دارم سوار ماشینم بشم و مثلا از بندر ترکمن تا آستارا رو برم، یعنی خط شمالی ایران رو طی کنم. در بین بازیگران آقا حمید فرخ نژاد رو دوست دارم و در میان خانوم ها به نظرم هنگام قاضیانی واقعا ویژه است و بازی های سر دولت شایی رو هم خیلی دوست دارم. من قبلا نجوم کار میکردم و اکثرا خونه نبودم و توی بیابان و کویر سفر میرفتم. خیلی نجوم رو دوست دارم چون خیلی اتفاقات جالبی توی این فضا میفته. در کنار بازیگری به شدت از مخاطبان بازیهای فوتبالیم و بهترین تایم زندگیم یک ماه جام جهانیه. از کارهای سینمایی ایشون میتونیم به 50 کیلو آلبالو، لابی، کمدی انسانی، آذر، ماجرای نیمروز، هفت و نیم، ملاقات با جادوگر و خیلی از کارهای دیگه اشاره کنیم. خب خیلی خوبه. ولی دیشب حرف می‌زدیم قرار نبود چیزی کنسل شه. ولی الان من 4-5 روز دارم به تو میگم که بیام ببینمت، میگی کار دارم نمیتونم. دیشب بهت میگم بیا بریم بیرون، میگی صبح میخوام پاشم برم شمال نمیتونم. الان ولی یه هوی اینجوری جلو در همسایه کلید میندازی میای تو. ازم جمعه دیگه عروسیمون. از سریال ها با بازی ایشون هم میتونیم به مادرانه، گذر از رنج ها، هانیه و سایبان اشاره کنیم. بله، هرچی شما بگین. البته من از الان بگم من اصلا شاگرد خوبی نیستم، یعنی همیشه درسایی که خیلی بهشون علاقه داشتم میخوندم. مداد و دفتر یادم رفته بیارم. از الان معلومه شاگرد شلخته ایم. مشکلی نیست. فخری. مرسی از شما کیبودیا که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما با نظراتتون ازم حمایت کنید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره.